امروز دو مهمان عزیز داشتیم، آقای پروفسور حسن امین دبیرکل حزب ایران و از تهران که در دفتر حضور داشتند و آقای یزدان شهدایی سخنگوی شورای مدیریت گذار که از برلین از طریق اسکایپ با ما در ارتباط بودند و برنامه بررسی و تحلیل رویدادهای روز رو مهمانمون بودند و تونستیم در این برنامه شورای مدیریت گذار و همینطور اقدامات آقای ابراهیم رئیسی و انتخاب آقای مخبر به عنوان معاون اول رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم که این برنامه رو امشب ببینید. اما اقتصاد رو فدای سیاست نکنیم عنوان سرمقاله فردای ماست که خانم دکتر شیرین نوری اون رو نوشتند، عضو شورای سردبیری و اصل مقاله نویس ما. به نکات جالبی توجه کردند و اکنون هم مهمان برنامه ما هستند. خانم دکتر شیرین نوری خیلی خوش آمدید و نکته جالبی دم گرفتید، مطلب رو وقتی من خوندم میخوام از زبان خود شما بشنوم که چرا نباید اقتصاد رو فدای سیاست بکنیم. خب آقای دکتر، اقتصاد قلب تپنده یک کشور هستش و حالا به قول معروف المپیک 2020 هم باعث شد که شاهد از غیب برسه، چون که ما در المپیک 2020 دیدیم که دقیقا اون سه کشوری که از نظر اقتصادی در جهان رتبه اول تا سوم رو دارن، یعنی آمریکا، چین و ژاپن، در المپیک هم این سه کشور اول و دوم و سوم شدن و این نشون میده که اقتصاد نقش بسیار مهم و موثری در تمامی بخش ها، یعنی هم فقط توی سیاست نیست، یعنی در تمامی مورد، توی ورزش، توی صنعت، خودکفایی و سایر موارد هم میتونه نقش موثری داشته باشه و ما واقعا از دولت 13ام از جناب آقای رئیسی این انتظار رو داریم که انشالله دیگه مثل دولت آقای دکتر روحانی مدام اقتصاد فدای سیاست نشه و مدام تصمیمات اقتصادی به دلیل یه سری از مسائل و دیپلماسی های سیاسی اجرا نشه و از بین بره و در نهایت هم مردم متاسفانه متضرر بشن. بله، شواهد هم نشون میده که خانم دکتر نوری که آقای رئیسی با انتخاب آقای مخبر به عنوان معاون اول خودشون تصمیم دارن که اقتصاد رو مقدم بر سیاست بدونن. انشاءالله، چون که دیگه چاره جز این هم نیست، چون با توجه به نرخ تورمی که ما داریم، با توجه به نرخ رشد نقدینگی، با توجه به ساختار غلط و اشتباهی که سیستم بانکی کشورمان داره و تا زمانی که تمامی اینها تصحیح نشه میتونیم بگیم که اقتصاد به هیچ جایی نمیرسه. یک اقتصاددان معروف آقای کینز این اعتقاد رو داره که در کشوری که نرخ تورم کاهش پیدا نکنه، تمامی بنیانهای اخلاقی و اقتصادی جامعه فروپاشی میکنه و از بین میره و متاسفانه کشور ایران هم این شرایط رو داره، یعنی واقعا منتظر یک ترقه است که اگه این اتفاقا نیفته یک آتشی به قول معروف شعله ور بشه، ولی امیدواریم که هر چه زودتر یک کار اساسیش انجام بشه و فقط سخن نباشه، انشاءالله عمل بشه و بتونیم که روزهای خوبی رو در ایران ببینیم. ما هم امیدواریم که آقای رئیسی با دولت جدید خودشون همین اقدامات رو بکنن، شما و ما و مردم ایران رو از نگرانی خارج بکنن. و اما میپردازیم به مطالب سر صفحه. شرکت های سیمانی رو قائم مقام وزیر سمت در امور بازرگانی مکلف به عرضه تمام تولیدات خود در بورس کالا کرده، اما برخی تمکین نمی کنن که حق دارن تمکین نکنن. برای جلوگیری از وضعیت سیمان فقط باید وضعیت برق رو درست کرد و تولید رو بالا برد و قیمت رو هم آزاد گذاشت، راه دیگری نداره. اینی که ببریم توی بورس یا بورس کالا یا کارهای دیگر بکنیم، تولید کنندگان سیمان رو ناراضی میکنه و از همین تولید هم ما رو بی نصیب میکنه. اما قیمت کالاهای اساسی میوه‌جات در بازار افزایش چشمگیری داشته تابستان امسال نسبت به سال گذشته. زردالو و آلوی قطره طلا بیش از 100% نسبت به پارسال قیمتش بالا رفته. انواع خربوزه و گرمک با 49% افزایش و انواع سیب با 11%، انبه با 12% و انجیر زرد با 14% افزایش روبرو بوده که این افزایش ها
باعث میشه که مصرف یا خرید این نوع میوه ها که برای خانواده ها لازم هست کاهش پیدا بکنیم. اما در بازار ارز و طلا باز هم شاهد نوسان های کمی هستیم. امروز هم افزایش پیدا کرده، قیمت دلار به 25700 تومان رسیده، یورو 30050 تومان و هر قطعه سکه طلا 11,264,000 تومان در کف بازار معامله می شده و هر گرم طلای 18 عیار هم 1,126,400 تومان خرید و فروش می شده و قیمت ارزهای مجازی هم به این صورت بوده که بیت کوین 11,867,268,338 ریال بوده، تتر دلار هم 259,578 ریال و اتریوم هم 810,169,793 ریال قیمت داشته. امروز شاخص کل بورس هم امروز 15,314 واحد افزایش داشته که خبر خوبی بوده. رئیس جمهور فرانسه آقای ماکرون هم یک تماس تلفنی با آقای رئیسی داشته و در این تماس تلفنی ابراز امیدواری کرده که مذاکرات دوباره آغاز بشه. امیدواریم این تماس‌های تلفنی جواب بده. وزیر خارجه عراق هم به زودی به تهران میاد برای اینکه از رئیس جمهور ایران دعوت بکنه که تا در نشستی امنیتی که در بغداد برگزار میشه با حضور کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی شرکت بکنه، که این هم خبر خوبی هست. وزیر خارجه ژاپن هم در همین ماه میلادی وارد تهران میشه تا با مسئولان درباره مسائل مختلف از جمله موضوع هسته‌ای ایران وارد مذاکره بشه، صحبت بکنه، شاید کمک بکنه به حل مشکلات. اما یک دیپلمات ارشد بحرینی آقای شیخ عبدالله بن احمد آل خلیفه که به اسرائیل سفر کرده در دیدار با مقامات اسرائیلی با انتقاد از برجام گفت که این توافق به خشونت و آشوب در منطقه دامن زده و به مرگ مردم بیگناه انجامیده. ایشون گفته برجام برای ما جز آه و ناله و آشوب بیشتر در منطقه رهاوردی نداشت. و آقای سید ابراهیم رئیسی هم امروز در جلسه هیئت دولت گفته حمایت‌های حقوقی و قضایی از اصحاب رسانه از ضروریاتی است که نباید در لفظ و سخن باقی بماند. از شکایات ریاست جمهوری و دولت از خبرنگاران گذشت می‌کنیم. حرفای خوبی آقای رئیسی و همینطور آقای اژه‌ای این روزا می‌زنن. حمایت از مطبوعات و آزادی زندانیان سیاسی و غیر سیاسی. آقای اژه‌ای هم امروز گفته هیچ ایرانی خارج از کشور ممنوع ورود نیست و گفته کسانی هستند که اموالشان در ایران سرپرستی درستی ندارد و افراد ذی‌نفع آنها را از بازگشت به وطن می‌ترساند. و اما آقای جلال پوراجل یادداشت نوشته است تحت عنوان اقلیتی که از ساختار سیاسی کشور دفاع می‌کنند. آقای پوراجل نوشته اقلیتی که از ساختار سیاسی کنونی کشور دفاع می‌کنند و همچنان بر اداره امور کشور به شیوه کنونی اصرار می‌ورزند و در برابر هر گونه اصلاحات بنیادین مقاومت می‌کنند را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود. دسته اول رو ایشون مفسدین اقتصادی که از شرایط موجود حداکثر بهره را می‌برند نام برده و دسته دوم رو افرادی خوانده که ذاتاً افراد فاسدی نیستند بلکه بعضاً متشرع و مؤمن نیست هستند، ولیکن موجودیت آنها با این نظام سیاسی گره خورده. و دسته سوم افراد مؤمن و سلیم و نفسی هستند که نه تنها بهره دنیوی از نظام و انقلاب نبردند،
بلکه بعضن هزینه هم دادن، اما نمیخوان باور کنن که عامل نابسامانی کنونی ناکارآمدی ساختار سیاسی بیمارگونه کنونی است. نویسنده در انتها نوشته در مقابل سه دسته فوق بخش عظیمی از جامعه قرار دارند که قویاً بر این باورند که اداره امور کشور به شیوه کنونی ایران را به تباهی و ویرانی و فروپاشی اجتماعی کامل سوق خواهد داد.